نداند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی می کند روزگار. با عرض درود و احترام خدمت همه مخاطبین گرامی، امروز در برنامه گردشگری صنعتی در خدمت دوستان گرامی هستیم از سردخانه و سورتینگ خلیج فارس. خدمت آقای محمد رضا کیانی هستیم، عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان محصولات کشاورزی. خدمت آقای مجید جبل عاملی هستیم، مشاور و دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان. و جناب آقای دکتر میلاد بان، مدیر فروش و بازاریابی سردخانه و سورتینگ خلیج فارس. دوستان خیلی خوش اومدین، خیر مقدم میگم خدمت همگی. جناب آقای کیانی، میخوام توضیح بفرمایید که سورتینگ خلیج فارس چی هست و در واقع چه کاری داره در اصفهان انجام میده که امروز در خدمت دوستان هستیم. به نام خدا. همونطور که دوستان متعرض هستین، ما دو تا زنجیره بازار تولید داریم که اصولا بدون ساختارهای لازم امکان توسعه صادرات فراهم نمیشه. یکی از زنجیرهایی که در واقع ما در بازار بسیار با اهمیته و دنیا به اون توجه خاصی انجام میده، بحث سورتینگ و بسته بندی و برندینگ کردن محصولات کشاورزی که از ایران صادر میشه. چند سال پیش از این اولین گام سورتینگ رو در منطقه تیرون با یه واحد کوچیک شروع شد که اون واحد در واقع استارت کارت بود. با همکاری دوستان خود گورخانه‌دار منطقه تیران به تدریج این بحث رو گسترش پیدا کرد و تعداد مراکز سورت و بسته‌بندی رو افزایش پیدا کرد که در نهایت این کمک بزرگی بود برای صادرات محصولات کشاورزی. عدم در واقع تجمیع بار امکان سورت و بسته‌بندی رو کاهش میده که و امکان برند کردن محصول هم بسیار کار مشکلیه و حتی قیمت گذاری. تجار هم قادر نبودن محصولات رو به صورت تجمیع خریداری بکنن. بار تولید میشد ولی به این دلیل که زیر ساخت سورتینگ وجود نداشت، بار عملا نمیتونست در محلی در واقع تجمیع و سورت و بسته‌بندی بشه که تجار بتونن قرارداد بنویسن. یکی چارچایی مهمی که تجار ما دارن امروز بر صادرات این که بتونن قراردادهای مستمر در واقع بنویسن با طرفهای خودشون در بازارهای هدف. زمانی این کار عملیه که هم بشه تأمین کالا بکنی، هم بشه تجمیع کالا بکنی، هم امکان سورت و بسته‌بندی براش فراهم بکنی که این زنجیره تولید و بازار با هم کار کنه. این دوتا از هم جدا نیست. همچنان ما توی بحث ساختارهای صادراتی سرمایه گذاری های بسیار کلانتری باید انجام بدیم تا با توسعه در واقع گلخانه هایی که در حال سیاست کلی کشور هست که گلخانه توسعه پیدا بکنه، به موازات اون باید زیر ساختای اون رو هم توسعه پیدا کنه. اگر توسعه پیدا نکنه امکان صادرات فراهم نخواهد شد و بازارها رو ما نمیتونیم حفظ کنیم. نهایتش این میشه که عرضه محصولات کشاورزی به داخل بازار داخلی افزایش پیدا میکنه و با توجه به اینکه ما در سبد خانوار داخلی کشورمون محصولات لوکس ظرفیت مشخصی دارن و محصولات لوکس بیشتر برای حوزه صادرات تولید میشن، بنابراین الزاما باید بریم به سمت سورتینگ که با این سورتینگ خلیج فارس ایده ای داشتیم، ارائه دادیم خدمت آقای مسئول سردخانه خلیج فارس و مالک سردخانه خلیج فارس آقای طاهری. ایشون استقبال زیادی کردن از این کار و بلافاصله بر اساس الگوهایی که داشتیم توی قضیه سالن های سورتینگ، ایشون در یه زمان بسیار کوتاهی سالن سورتینگ ها آماده کردن برای بهره برداری و الان آماده بهره برداریه با 5000 تن ظرفیت سردخونه
و امکانات همه امکانات لازم اونجا فراهم شده. در حال حاضر بیش از 10 تا سالن سورتینگ تو استان اصفهان موجوده، ولی این بزرگترین سالن سورتینگی است که فعلا راه اندازی شده و امیدواریم که کمک بزرگی بکنه توی حوزه صادرات در بخش کشاورزی، البته هم محصولات گلخانه‌ای و در فصل‌های لازم هم سایر محصولات سبز صیفی هم در این مرکز صورت بسته‌بندی بشه. بسیار عالی، متشکرم از توضیحات کاملتون. محصولاتی که آقای مهندس کیانی توی این سورتینگ خلیج فارس در حال در واقع کار هستش، هم میتونیم زحمت لام ببرین که چند تا دست محصول دارن و بیشتر چه نوعی هست؟ من دسته بندی بکنم، بخشی دسته بندی میکنم. یکی محصولات گلخانه‌ایه که حال محصول گلخانه شامل فلفل، دلمه، گوجه، خیار و اون چی که در واقع توی گلخانه تولید، محصولاتی که داخل گلخانه امکان تولیدش هست و محصولات سبز صیفی. عمده بر اساس مزیت هایی که ما داریم در کشور باید کار بکنیم، مزیت صادراتی کالا. بنابراین بر اساس اون مزیت ها ما الان در گلخانه مزیت داریم برای صادرات، در بخشی از محصولات سبز صیفی مزیت داریم، بخشی از محصولات باقی مزیت داریم مثل سیب، مثل خرما و محصولات انار و بخش دیگه از محصولات باقی کشور که اینها همش باید در واقع تو محیط سالن های صوت و یا ساعت خونه و در داخل ساعت خونه صوت و بسته‌بندی بشه برای اهداف بازارهای هدف. بسیار عالی. چیزی که به ذهنم میرسه این که بعد از حضرت عالی سوال بشه، مزیت اصفهان رو در صادرات محصولات کشاورزی چطوری ارزیابی میکنین؟ آیا فکر میکنین استان اصفهان پتانسیل های لازم رو از نظر کشاورزی حالا در حوزه‌های مختلفش، چه گلخانه چه زراعت حالا سنتی یا صنعتیش، آیا دارد؟ آیا برای صادرات استان ما مزیت کافی و لازم رو داره یا خیر؟ و اون در واقع پیش نیازهایی که شما حضرت عالی فکر میکنین به عنوان بزرگان این صنعت که لازم هست که تو استان ما داشته باشیم و بهش توجه بشه رو میخوام بی زحمت لطفاً توضیح بفرمایید برای دوستان. این استان اصفهان سابقه تاریخی تو تولید محصولات کشاورزی داره و در خیلی از محصولات کشاورزی رتبه 1 تا 6 داره در کشور. بنابراین به لحاظ ظرفیت و پتانسیل تولید محصولات صادراتی به خصوص گلخونه، به خصوص گیاهان دارویی و لبنی و یه سری محصولاتی مثل تخم مرغ، اینا مزیت های ما زیادی در استان اصفهان داره. گل، تولید گل مزیت های بسیار مهم، یکی از مهمترین تولید کننده های گل شاخه بریده و شاخه بریده کشوری و فکر میکنم آخرین آمارایی که من دارم بیش از 60 میلیون شاخه گل در استان اصفهان تولید میشه و با توجه به پایانه‌ای که الان از امسا راه اندازی شده، پایان بار هوایی، که اون هم یک زنجیره بسیار مهمیه برای صادرات کشور و الان هم داره صادرات انجام میشه، زیر ساخت‌های لازم در استان اصفهان برای صادرات محصول کشاورزی فراهمه، مزیت‌یابی اون رو باید انجام شده، ظرفیت سازی اون انجام شده و ما میتونیم در آینده افق روشنی از صادرات محصول کشاورزی داشته باشیم از استان اصفهان. بسیار عالی، سپاسگزارم. جناب آقای بان، در مورد در واقع فروش و بازاریابی محصولات سورتینگ خلیج فارس یه توضیح بفرمایید که الان آیا صادرات وجود داره در سورتینگ یا خیر و بازارهای هدف به کدوم سمت هستش؟ خواهش میکنم. سلام عرض کنم خدمت شما و بینندگان عزیز و تقدیم تشکر میکنم از زحمات دوستان و مخصوصا کشاورزان عزیز که پیشگامان این صنعت هستند و همچنین تقدیم تشکر ویژه از اتاق بازرگانی اصفهان به خاطر حمایتشون از صنعت کشاورزی و واحدهای نوپا و استارتاپ ها. از هم حضور شریفتون که شما میدونید بعد از تولید و به وجود اومدن یک پروداکت یا محصول تازه پروسه و فرایند بازاریابی اون آغاز میشه، یعنی شما اونجا همون قدری که در تولید با یک سری چالش ها و فرایند ها روبرو هستید، وقتی که محصول
آماده میشه و آماده ارائه به بازار میشه، تازه از اونجا فرایندهای بازاریابی شروع میشه و باید تیم مارکتینگ مجموعه نسبت به شناخت بازارهای جدید و رصد بازار قبلی اقدام کنن و محصول رو به بهترین شکل ممکن به بازار هدف ارائه کنن. خب ما برای معرفی محصولاتمون به بازار هدف بیش از 140 روش و تکنیک بازاریابی داریم که شناخته شده هست و دارن الان صنعتگران روی اون کار میکنن و تولید کنندگان. خب یکی از مهمترین و بهترین تکنیک های معرفی محصول حضور و نمایشگاه ها هست که خب به دو دسته تقسیم میشه، نمایشگاه داخلی و نمایشگاه های بین‌المللی. شما اونجا میتونید عوامل واسطه‌ای و کسانی که تسهیل کننده این فرآیند هستن رو شناسایی کنید و اونها رو دعوت کنید از حالا محصولات و محل سورتینگ دیدن کنن و اونها وارد قرارداد بشید و محصولات خودتون رو صادر کنید. در راستای سوالی که پرسیدید، خب ما بعد از راه اندازی وارد سورتینگ که افراد بسیار خوب و مثبت اندیشی در راه اندازی وارد سورتینگ که واقعا از حمایت‌های خود جناب آقای کیانی، آقای مهندس سلیمی و مخصوصا آقای دکتر ربیعی با اینجا تشکر کرد و آقای خمسه که واقعا حمایت کردن بزرگان این سند در اصفهان و این واحد راه اندازی شد، خب کار واحد بازاریابی و برندینگ و مارکتینگ مجموعه بسیار سخت شد و باید ما اشاره کنیم این نکته که بازارهای کشورهای همسایه در اولویت ما اثر بحث صادرات و مخصوصا اوراسیا که ما نگاهی ویژه به این داستان داریم و انشالله بتونیم با رصد بازارهای اونجا، فضاهای معرفی محصول و ارتباط و کانکت با بازرگانان این کشورها بتونیم محصولات رو به اونها، به اون کشورها صادر کنیم. خیلی سپاسگزارم، متشکرم از توضیحاتتون. جناب آقای جبل عاملی، به عنوان مشاور و دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان، به نظر حضرت عالی بعد از کارگوبار اصفهان که خب به همت اتاق بازرگانی راه اندازی شد، چه زیرساخت ها و حمایت های دیگری می شود در کمیسیون کشاورزی و در خود بدنه اتاق اصفهان صورت بگیره که بتونیم به بهره وری و بهبود بهتری در این حوزه دست پیدا بکنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. من ضمن در واقع آرزوی شفای عاجل برای همه بیماران درگیر به بیماری کرونا، واقعا امیدوارم که همه مریضا واقعا شفا پیدا کنم. تشکر میکنم از جناب عالی، مجموعه اتاق بازرگانی و دست اندرکارانی که به هر حال این برنامه رو تدارک دیدن. من لازم میبینم که یه مقدمه ای رو اشاره کنم با توجه به سیاست هایی که وزارت جهاد کشاورزی در طرح توسعه گلخانه ها در سطح کشور داشته است. برنامه ابلاغی رو بر اساس برنامه ششم به استان ها داشتن که استان اصفهان هم جزو استان های پیش رو و در ضمن جلوتر از برنامه برها در این زمینه اقدام کرده است. متعاقب این سیاست کلان هیئت دولت، استانداری استان کارگروهی رو تحت عنوان کارگروه اقدام هست که یکی از مسببات اون بحث تولید بز و حمایت از طرح توسعه گلخانه ها در استان اصفهان بوده است که اتاق بازرگانی رو موظف کردن که همکاری جدی با همه دستگاه‌ها، دانشگاهی و بخش خصوصی داشته باشن و برنامه ای رو مدون تحت عنوان سند راهبردی یا برنامه راهبردی توسعه گلخانه در استان اصفهان تهیه کنیم. کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان هم در اولویت همه برنامه هاش این مصوبه رو قرار داد. کارگروه ویژه‌ای رو با تعامل در واقع مثلث دانشگاه، دستگاه اجرایی و بخش خصوصی تشکیل دادیم. بخش خصوصی اتحادیه گلخانه‌داران استان، تعاونی های مربوطه شون، مهمتر از همه اینها اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات کشاورزی، این کارگروهی رو تشکیل دادیم. تصمیماتی رو به هر حال این کارگروه گرفته شد بر اساس پیشنهادات و برنامه های کارشناسی. مشخصا قراره برگزاری وبیناری در ارتباط با چالش توسعه گلخانه ها شد. برنامه در واقع بسته آموزشی رو
در ارتباط با مصرف، الگوی مصرف خانوارها بر اساس مصرف غذاییشون در محصولات گلخانه‌ای و افزایش سرانه مصرف رو به هر حال در دستور کار قرار دادن. متعاقب این قضیه، خب به هر حال قرار بود که بسیاری از بسترها و بسترهای لوجستیکی که در استان برای تولیدات محصولاتی که شارژ برای صادراتش فراهم است، همونجوری که اشاره کردیم در ارتباط با بحث کارگو ترمینال، استفاده از پتانسیل در واقع حمل و نقل ریلی و بسیاری از مباحث که اتاق بازرگانی خودش رو موظف میدونست که در حمایت از طرح‌های پو در زمینی که برای تسهیل و تسریع همه امورات تو این زمینه ها رو داشته باشد. خب به هر حال کمیسیون کشاورزی تو این زمینه برنامه ریزی هایی رو کردیم که بتونیم به صورت در واقع علمی تر و به صورت در واقع تصویری وضعیت گلخونه ها رو از نظر تولیداتشون، انبوه تولیدات با کیفیت و صادرات محور که دارد در خارج از فصل حتی توسط مدیریت در واقع گلخانه‌ای دارد تولید میشه. میزان مصرف در واقع داخلی ما نسبتا محدود است، حالا بر اساس اون قدرت خرید و شرایط مصرفی مردم، ولی بحث مهمتر از همه اینها برنامه ریزی صادرات این محصولات است. نمیگیم مازاده بر مصرف، ولی محصولات صادرات محوری که کشورهای هدف ما نیازمند در واقع دریافت اونها و ارزآوری برای مملکت هست. قطعا تو این زمینه برنامه ریزی خیلی خیلی خوبی شده است. وضعیتی که تولیدات گلخانه‌ای میآید، اینها مسیر رو که جناب آقای مسکیانی و دوستان اشاره کردند، بحث و معضل ما در بسته‌بندی بوده است، در سورت این محصولات بوده است، درجه بندیش بوده است، در ضمنی که محلی برای استراحت و ارائه اون به بازار داخلی یا به بازارهای در واقع جهانی باید باشد که این سردخونه ها در استان اصفهان برقرار شده است برای استراحتش و به اصطلاح توزیع به موقعش برای من. امیدوار هستم همون جوری که کارگو ترمینال به عنوان یه زیر ساخت لوجستیکی در ارتباط با صادرات محصولات کشاورزی مهیا شده هست، امیدوارم که این مسیر زنجیره تولید تا مصرف رو انشاءالله بتونیم خیلی خوب مدیریت کنیم، حمایت کنیم و اتاق بازرگانی هیچ همکاری و همراهی رو دریغ نخواهد کرد و امیدوارم هستیم که همه یه گلخونه داران ما، صادر کنند، تولید کنندگان ما و صادر کنندگان ما بتونن از این فرصت پیش آمده نهایت استفاده رو ببرن. سپاسگزارم از توضیحات کاملتون. چیزی که به ذهنم میرسه در حالا روزهای اخیر صحبت میکردیم با چند تا از فعالان اقتصادی در حوزه کشاورزی، اکثرا ناراضی بودن از اینکه شاید بهتر باشه هم اتحادیه هم اتاق و هم وزارت در واقع جهادی کشاورزی یه برنامه مدونی رو برای پیشرفت کردن صنعت کشاورزی در کشور مدون بکنه و به سمت کشاورزی پیشرفته و مکانیزه بریم، یعنی کشاورزی هدفمند. این چیزی که ما در استان می‌دیدیم و چند تا از کشاورزان عزیز به ما اطلاع دادن اینه که امسال می‌بینن مثلا یک محصولی خیلی خوب هست، همه میرن اون رو می‌کارن، سال بعد محصولی که تو بازار وفور داشته سال بعد با نقصان مواجه میشه. آیا فکر می‌کنید که می‌تونیم از طریق زیرساخت‌هایی که در اتاق بازرگانی داریم به سمت و حالا همکاری که با اتحادیه و جهاد خواهیم داشت، آیا میتونیم به یک برنامه‌ای برسیم که بتونیم این کشاورزی پیشرفته و هدفمند رو در استان اجرا بکنیم یا خیر جناب آقای جبل‌آمل؟ قطعاً همینطور هست. علتش این که به هر حال در کمیسیون کشاورزی اتاق سالیان قبل و در حال حاضر مطالعات بسیار ارزشمند علمی با کمک دانشگاهی و دستگاه‌های اجرایی انجام شده از بسته‌های در واقع کامل اجرایی ارائه شده است. امیدوار هستیم ما اگر الگوی کشت که به خوبی دارد مدیریت می شود و بشود انشاءالله این الگوی کشت خیلی خوب با مدیریت مناسب به موقع اجرا شود. ببینید من این رو تو پرانتز اشاره می کنم، کشور ما و مخصوصا استان اصفهان از نظر جغرافیایی و از نظر وضعیت آب و هوایی بسیار بسیار شرایط ایده‌آلی را دارد در ارتباط با تولید محصولات مختلف کشاورزی، چه زراعی، چه دامی، چه باغبانی و شیلات و طیور ما. منتها اگر ما بتوانیم بر اساس وضعیت جغرافیایی
نوع خاک و مزیت‌های نسبی آب و هوایی که در مناطق مختلف هست بتونیم بر اساس اطلاعات لند سویتیبیلیتی یا قابلیت اراضی محصولاتی رو در مناطقی بکاریم که توجیه اقتصادی داشته باشد، قطعاً میتونیم به سمت در واقع اجرایی کردن الگوی کشت قدم برداریم، کمان که وزارت کشاورزی و سازمان کشاورزی این کار رو داره انجام میشه. مطالعات بسیار خوبی هم در و بسته های خیلی خوب مطالعاتی در اتاق بازرگانی انجام شده است. امیدوار هستیم اینها از طریق در واقع شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی هم بتواند سریع‌تر و تسریع بشود در اجرای این برنامه. سپاسگزارم. من امیدوارم که همینطور که در حوزه‌های دیگه استان اصفهان به عنوان استان پایلوت در نظر گرفته شد و طرح‌های خوب کشوری درش در واقع در حال اجرا هست، در حوزه کشاورزی هم بتونیم با پیگیری‌های حضرت عالی و همکاران در اتاق حتما به این هدف برسیم. جناب آقای کیانی، نظر حضرت عالی هم در مورد سوال قبل که آقای جبل عاملی محبت کردن و توضیح دادن بشنویم، و سوالی دیگه ای که هستش با توجه به اینکه حالا فرای همه این مسائلی که در حوزه کشاورزی هست یک ایده ای وجود داره که میگن استان اصفهان کم آبه و آب کافی برای اجرای در واقع صنعت کشاورزی درش وجود نداره. نظر شما در این حوزه چی هستش؟ عرض میکنم که بحث مدیریت منابع آب و مصارف آب یه بحث گسترده‌ای که سالهاست در کشور مطرح شده. استان اصفهان هم خب همه دوستان میدونن که این بحث بسیار جدیه. تو مدیریت منابع مصارف بیشتر گرفتاری مشکلاتی ما داریم به نظر میاد که رعایت نکردن قوانین و مقررات تو حوزه آب که در محافل مختلف علمی و اجرایی مستندات اون گزارش های اون کتاب های زیادی نویسته شده بخصوص تو حوزه زاینده رو همه شاخصانشون میدن که ما در مدیریت آب تو استان اصفهان دچار ضعف اجرایی هستیم. قوانین مقررات زیادی وضع شده، قانون عادلانه آب سالهاست در واقع اجرا نمیشه، که اینها به اضافه این که خود تولید کننده ها یک سری مسئولیت اجتماعی دارن توی در واقع بهره وری آب از آب به بهترین وجه، که اون به نظر ما بخش کشاورزی چون منافع خودش مطرحه و سود و زیانش مطرحه، گام های بلندی طی چند سال گذشته در جهت مدیریت منابع آب خودش کرده و افزایش بهره وری محصولش، چون اگر اون کار رو انجام نده طبیعتا با زیان های بزرگی مواجه میشه. دولت کاری که باید دولت پیگیری میکنه به عنوان یه بخش سیاست گذار و بخش در واقع حاکمیتی تصمیمات ملی میگیره، ولی بخش اقتصادی و خصوصی تصمیمات شخصی خودش رو باید بگیره تو حوزه تولید. بنابراین ما همچنان معتقدیم ضریبه، من یک شاخص خدمت شما عرض میکنم که یک شاخص داشته باشیم به عنوان کلید واژه تولید که بعد ببینیم که این پاسخ در واقع جواب شما میتونه باشه یا نه. میانگین ماده خشک بر اساس هر متر مکعب آب میانگین ماده خشک است در واقع شاخص است که در دنیا به اون میپردازن که ببینن بهره وری در واقع کشاورزی اون کشور چه میزانه. به ازای هر متر مکعب آب شاخص های جهانی ماده خشک اون هر متر مکعب آب 2% ماده خشک تولید میشه و در ایران به ازای هر متر مکعب آب اخیراً بحث گزارش های داره میاد بیرون 1% بوده، اخیراً گزارش های داره میاد میشه میگن 1.2 هم شده. ببینید این گپ بزرگی که ما الان داریم تو حوزه که کشاورزی داریم بحث میکنیم بروش میگیم ماده خشک ملاک قضیه است، به ازای هر متر مکعب آب چقدر ماده خشک تولید میکنیم. این گپیست که الان تو بحث کشاورزی باید بهش پرداخته بشه که همه مباحث بهره‌وری توش مطرحه. همه مباحث ما الان 30% محصول کشاورزیمون جز ضایعات کشاورزی داریم. این یه گپ بزرگیه که دو مرتبه همون گزارش در واقع ماده خشک ما رو کاهش میده دیگه. یعنی ما ماده خشک بر مبنای متر مکعب آب سنجش میشه. هر وقت شما متر مکعب آبتون
با ضایعات محصول کشاورزی همراه میشه باعث میشه که شما بهره نشون میده بهره برای شما چقدر پایینه. این معنیش اینه که شما اگر شما ضایعات محصول کشاورزی کم کنید، الگوی کش در استان اصفهان داشته باشید، بهره برای افزایش بدین، منابع و مصارف توزیع آب و عادلانه و از اون و مدیریت منابع مصرف و بهینه و استفاده از تکنولوژی نو و نوین استفاده بکنید و در یک پارچه کردن اراضی در واقع گام برداریم، ما با آب موجودی که در همین الان در حوزه اصفهان آب سطحی و زیرزمینی هستن، ما آخرین آمارا نشون میده 6 میلیون تن محصول کشاورزی در واقع تولید محصول کشاورزی استان اصفهانه. دسترسی به این 6 میلیون تن با این اصلاحاتی که من عرض کردم خدمتون و توسعه گلخانه ها به راحتی عملیه و آماده ایم که این گزارش فنی و تخصصی ازش دفاع کنیم در هر محفل مشخصی در واقع علمی، آماده ایم که اینو پروژه کنیم، طرح کنیم و ارائه بدیم. بسیار عالی، سپاسگزارم از پاسخ کامل هر دو بزرگوار. جناب آقای دکتر بان، در حوزه فروش و بازاریابی محصولات کشاورزی بفرمایید که میزان تقاضا و کشش بازارهای صادراتی برای محصولات به خصوص اصفهان چقدر هستش و این کشش و میزان رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ من قبل از هر چیز خدمتتون عرض کنم، ببینید اولین عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی در سازمان ها و صنایع منابع انسانی هستن. یعنی اگر توجه ویژه‌ای به بحث آموزش این منابع نشه که این از دل اینها تکنسین هایی به وجود بیان که کنترل و نظارت داشته باشن بر منابعی که تحت اختیارشون قرار میگیره، متاسفانه ما با کاهش بهره‌وری روبرو میشیم. یکی از عواملی که ما در این چند ساله متاسفانه در اکثر صنایع ازش غافل شدیم و ضربه خوردیم درونی هم بوده، بحث عدم توجه به مباحث آموزشی منابع انسانی بوده که اینها رو از حالت کار کردن به کارایی و تبدیلش کنیم به بهره‌ور، یعنی بتونن از منابع و امکاناتی که در اختیارشون قرار میگیره به بهترین نحو ممکن استفاده کنن. عرضم حضور شما که در مورد سوالی که شما فرمودید بحث صادرات، ببینید کشورهای همسایه با توجه به نوع و شناختی که ما از اقلیمشون و از شخصیت و فرهنگشون داریم، کاملا میتونیم اونها رو دسته‌بندی کنیم. کشورهایی هستن که کلا مصرف کننده هستن، یعنی شخصیت و اون کاریزمای اینها در زمین تولید بسیار ضعیف هستن و به واسطه حالا منابع نفتی و منابع سرمایه که داریم، اینها فقط از بازار جذب میکنن و محصولات رو استفاده میکنن. من در پارت اول صحبتام، در قسمت اول صحبتام از کردم خدمتتون، زمانی شما میتونید محصولات رو به بازار هدف به بهترین شکل ممکن ارائه بدید که مصرف کننده خودتون رو خوب شناخته باشید، آنالیز کرده باشید، نیازهای بالقوه اون رو شناسایی کنید و تبدیل به نیازهای بالفعل کنید. من عذر میخوام که صحبتتون رو قطع میکنم، سوالمو اینطوری مطرح بکنم شاید روشن تر بشه. من منظورم در کلیات هست، آیا تقاضایی برای محصولات کشاورزی اصفهان و ایران وجود داره در بازارهای هدفی بجز حوزه خلیج فارس یا خیر؟ و اگر هسته شرایط رو شما چطور می‌بینید؟ بر فرض من فکر می‌کنم اوکراین و روسیه بازارهای خوبی هستن، برای اینکه ببینیم اون سطح کشش و تقاضا چگونه هست، شما این بازارها رو آیا روش تمرکزی داشتید، فعالیتی داشتید روی این بازارها یا خیر و حتی حوزه‌های دیگر؟ عرض حضورتون در واحد سورتینگ خلیج فارس، من از واحد خودمون شروع کنم و به سوال شما برسم. اینکه ما خب بعد از اینکه این واحد راه اندازی شد، قطعاً برای بحث صادراتش یک پلن‌ها و برنامه‌هایی داریم که بتونیم به سایر بازارها مخصوصاً کشورهای آسیا دست پیدا کنیم و اون اشاره که شما فرمودید به بحث کشور روسیه مخصوصاً. چون همونجوری که عرض کردم، اینها بازارهای هدف بسیار بالقوه‌ای هستن که با تبدیل به بالفعل بشن. یک سری محصولات هست که این کشورها نیاز مبرم مصرف مداوم و همیشگی دارن. خب اینها اگر که ما با برنامه‌ریزی بر روی این محصولات و تمرکز روی این محصولات بتونیم عمل کنیم، میتونیم خب بازار خوبی رو اونجا ایجاد کنیم و محصولات رو به فروش برسونیم. یک سری محصولات هم محصولات خاصی هستن در درجه بندی، حالا میتونه محصولات لاکچری قرار بگیره که نیاز
شاید مبرم بازارهای هدف ما در اون کشورها نباشه، ولی میتونیم با بحث برندینگ و روی حالا اون پکیجینگش اگر خوب کار کنیم و همینجور بالا بردن کیفیتش بتونیم به اون سطح بازار هم دست بده. بسیار خوب، متشکرم. جناب آقای کیانی، میخوام بفرمایید که آیا با توجه البته به سابقه که از حضرت عالی سراغ داریم و خب جزء بزرگان هستیم در این حوزه و تجربه خارج از کشور خوبی هم دارید، میخوام نظرتون رو در مورد ماشینالات کشاورزی که ما نیاز داریم در استان بپرسم و ببینم که آیا این ماشینالات در خود کشور قابل تامین هست یا حضرت عالی فکر میکنید بخشی از اون حتما باید واردات بشه و چه تسهیلاتی در واقع در این بخش پیش بینی شده؟ از میکنم که اگه ما دست بند بکنیم کشورهای مختلف و تو حوزه ماشینالات کشاورزی، یک سری کشورهایی داریم که اینا کشاورزی خرد دارن، عمدتاً کشورهای ما پیشرفته هستن و ماشینالات پیشرفته هم از اون استفاده می‌کنن، مثل اروپا. اروپا خیلی از کشورهای کوچیکی داریم که ما این کشورهای به عنوان تولیدات مینیاتوری کشاورزی داریم بهش نگاه می‌کنن که ماشین، ولی بر اساس همون نیازشون ماشینالات در واقع خیلی کوچکتری طراحی کردن که داره ماشین از اونجا استفاده میشه. و یه مسئله ای که اون کشورهای مثل حالا من اروپا رو مثال میزنم، این کشورها قوانین دارن که اراضیشون خرد نمیشه به دلیل اینکه ارث قانون ارثشون اجازه نمیده که مالکیت فروش بده، سهام اون زمین ها خرید و فروش میشه. در ایران شما میبینید که این مالکیت داره در طی مثلا 50 60 سال گذشته با در واقع قانون اصلاحات ارضی و بعد از انقلاب هم با قانون ارث اینا هی داره اراضی کوچکتر میشه. از یک طرف اینا از کوچکش کرده، از یک طرف هم کم آبی و خشکسالی داره کوچیک میکنه. در این کشور مثل امریکا، اون کشوری که اراضی بزرگ داره، به نسبت اراضی خودش ماشیناتش هم عظیم و سنگینن و نوع تولیدات و محصولاتشون متفاوته. ما تو ایران باید ماشینالاتی که الان حتما باید بریم به سمت ماشینالات توسعه ماشینالات کشاورزیمون، هر چه امکان داره داخل کشور در امکان ساختش باشه انجام بدیم. گام دومش اینه که بریم با مشارکت با شرکت‌های توانمند خارجی، حالا نام و نشان مهم نیست، اینکه ما واقعا بتونیم با یک کشور دستاوردها و دانش فنیش رو بتونیم بیاریم منتقل کنیم داخل کشور و با مشارکت تولید بکنیم. این گام بعدی، اول گامش خود تولید کننده خود کشورمونه، بعد مشارکته با کشور دیگه است. و اونجا هم که امکان نداره، واقعا تکنولوژی اینقدر پیچیده است که امکان مشارکت نیست یا دانش فنیشون نمیدن در اختیار ما نمیذارن، باید اون بخش از ماشیناتی که بسیار مهمه و کلیدیان امکاناتی فرشرطی فراهم به سرای فراهم بکنیم که در ازای اون محصولاتی که ما صادر میکنیم، محصولات کشاورزی، اجازه بدن اون ارزی که حاصل از محصولات کشاورزی هست در مقابلش ماشینالات کشاورزی وارد بشه. این تبادلا باید انجام بشه. بنابراین دستبندی ها سه گروه من میبینم توش و هم توان داخلی بسیار قدرتمند میبینم داخل کشور و هم مشارکت بسیار بستر مناسب میبینم. هم اگه پیچیده بودید ماشینالات پیچیده ای داشتین، حتما مجبوریم که وارد بکنیم و اونا رو به روز استفاده کنیم که بتونیم بهره‌وری در بخش کشاورزی افزایش بدیم. متشکرم. جناب آقای جبل‌عاملی، برای صادرات محصولات کشاورزی آیا مجوزهای خاصی لازمه، استانداردهای خاصی لازمه که اخذ بشه یا خیر؟ و حوزه‌های مختلف، حالا دوستان چجوری میتونن به این اطلاع دست پیدا بکنن که بر فرض اگر قرار به اروپا صادراتی بشه چه استانداردهایی لازمه که داشته باشه محصولات، حالا به خصوص کشورمون و اصفهان؟ و یه توضیح بفرمایید که در مورد بسته‌بندی هم میخوام نظر حضرت عالی رو بپرسم که آیا فکر میکنین بسته‌بندی کالاهای کشاورزی حالا اصفهان و ایران آیا اون کیفیت و استانداردهای صادرات رو به بازارهای هدف دارد یا احتیاج به در واقع یک ریفورم داره؟ بله، خدمتتون عرض میکنم که قطعاً تولیدات، همونجور که خدمتتون عرض کردم، بسیاری از تولیدات محصولات کشاورزی که اخیراً با نظارت سازمان جهاد کشاورزی، نظارت معاونت غذا دارو، معاونت در واقع سازمان نظام مهندسی کشاورزی و بسیاری از دست اندرکاران
در واقع که دغدغه‌شون امنیت غذایی هست و تولید محصولات سالم هست. بسیاری از محصولات اخیراً در این جهت داره تولید میشه که همون نکته‌ای که خدمت شما عرض کردم، محصولات صادرات محور هست. ما امیدوار هستیم، حالا بحث اروپا رو اشاره کردیم، ولی قبلا نیم نگاهی بود به اینکه که کشورهای همجوار به خاطر اینکه هزینه حمل و نقل پایین هست، سریع‌تر هست و ممکنه به صورت در واقع جاده این اتفاق بیفته، خب بر اساس این برنامه‌ریزی می‌کردن. ولی ما الان اون ساختار لوجستیکی که تو استان اصفهان به عنوان استان معین و به محوریت هم مرکزیت کل کشور و محوریت 8 استان همجوار ما برقرار شده از تحت عنوان کارگو ترمینال که پروازهای بسیار خوبی رو الان داره چارتر میشه، امیدوار هستیم که الان یه روز در میون داره این پروازها انجام میشه به کشورهای هدف من جمله کشور کویت. امیدواریم هر روز و روزی چند پرواز اتفاق بیفته که قطعاً با توجه به تولید انبوهی که خدمت شما عرض کردم این اتفاق در آینده نزدیک خواهد افتاد. منتها ما یه حلقه مفقوده هم اینجا هست، اینی که کارخونه های سرت و بسته بندی ما که به خوبی دارن رسالت خودشون رو انجام میدن. من امیدوار هستم در آینده نزدیک که با حمایت در واقع طرح موضوع توسط اتاق بازرگانی اصفهان و حمایت خود اتاق داره انجام میشه، پایانه صادراتی گل و گیاه و سبزی و سیفی که خوراک در واقع صادراتی ما رو برای محصولات فساد پذیر، چون محصولات کشاورزی و گلخونه ما بسیار به خاطر درصد بالای آبی که دارن و مواد عناصر غذایی که توشون هست بسیار فساد پذیر هستن، امیدوار هستیم در آینده نزدیک از موقع برداشت محصول در گلخونه ما تا رسیدن به بازار هدف بیشتر از 20 ساعت نشود که بیاد برداشت بشه، بیا سورت و بسته‌بندی بشه، سریعاً به کارگو ترمینال و توسط در واقع با حمل و نقل هوایی به کشورهای هدف ما برسد. ولی این نکته ای هم که اشاره کردین، ما الان درصد خیلی کمی از گلخونه های ما به صورت حالا سازه های سنتی دارن، ولی حمایت های دولت تو این زمینه، پرداخت تحصیلات یک رقمی و در ضمن برطرف کردن بسیاری از معضلات گلخونه داران در حتی تأمین انرژیشون و گازشون، امیدوار هستیم تولیدات با هزینه تولید بسیار پایین بیاد، تولیدات خیلی خوب بتونه روانه بازار داخلی و خارجی ما انشالله بشه. سپاسگزارم از حرص عزیز. برای پایان این بخش اول اگر صحبتی هست جناب آقای کیانی، جناب آقای جوالاملی، آقای دکتر بام بفرمایید، در غیر این صورت که با هم بریم به محوطه و گلخونه خلیج فارس رو بازدید بکنیم. متشکرم، ممنونم که این وقت در اختیار ما گذاشتید. چون در ادامه خدمت شما هست. خواهش میکنم دوستان، امیدوارم خسته نشده باشید، با هم میریم که گلخونه رو بازدید بکنیم. خدا، بنده سلیمی هستم و گلخونم واقع در استان اصفهان، شهرستان تیران و کروان، روستای افشان که تقریبا غرب استان اصفهان واقع هست. مساحت گلخونم 3000 متره و محصول زیر کشتم فلفل هست و خدمت شما عرض کنم که در اطراف ما هم چندین واحد گلخونه دیگه هستن که اونها هم از کودهای زیستی دارن استفاده میکنن و خودم به مدت 2 سال هست که از کودهای زیستی استفاده میکنم و حالا
میتونیم اثرات این کود زیستی رو با هم تو نقطه های مختلف گلخونه بررسی کنیم و اثراتش رو با هم ببینیم. تو این مرحله میخوام براتون از کشت 0 تا 100 گلخونه رو یه توضیح بدم براتون و آشنا بشید با مراحل کشت به اصطلاح فلفل تو گلخونه. ابتدا که پس از تهیه کردن بذر، بذر رو میسپاریم به یکی از به اصطلاح مکانایی که برای بذر رو نشا میکنن و بعد میایم سراغ گلخونه برای آماده سازی زمین. بعد از آماده سازی زمین که حالا دو روش داره و بعضیا به صورت تخت این کار رو انجام میدن و بعضیا به صورت پشته ای انجام میدن، حالا این دیگه به صورت سلیقه‌ایه و سیستم آبیاری به صورت تیپ هستش. و بعد از اینکه گلخونه نشا آماده شد، به اصطلاح نشای فلفل رو از نشاخونه انتقال میدیم به گلخونه و کاشت میشه در داخل گلخونه. سیستم آبیاریش قطره‌ای هست و بسته به نیاز بوته تو مقاطع مختلف این تغذیه انجام میشه که کودهای زیستی که به اصطلاح استفاده میکنیم نقش بسیار مهمی تو تغذیه فلفل میتونه داشته باشه و تو راندمان کار. پس از اینکه حالا یه مقدار بوته‌ها بزرگتر شدن، شروع میکنیم بوته‌ها رو به نخ ببندیم و بعد از اینکه یه مقدار باز بزرگتر شدن و حالت دو شاخ پیدا کردن، میایم شاخه‌های جانبی رو هرس میکنیم و بوته رو به شکل دو شاخ در میاریم و تو آبیاری‌هایی که انجام میدیم بسته به نیاز بوته و تو زمان‌های مختلف از کود آهن ویتاپلکس میایم استفاده میکنیم که کمک زیادی میکنه به بهبود رشد و همچنین به اصطلاح که بوته رشد خوبی داشته باشه. و حالا بعد از اینکه بوته دو شاخ شد، بسته به نیاز بوته از کودهایی که استفاده میکنیم که تحریک گلدهی بکنه، تبدیل گل به میوه و همینطور درست شدن میوه و این به اصطلاح روند دیگه تا آخر کار ادامه داره و در مقاطع مختلف میایم از همین کودهای زیستی استفاده میکنیم تا راندمان کارمون رو ببره بالا. اینجا سیستم آبیاریمون هست، همینطور که میبینید از یه مخزن بزرگ تشکیل شده. مخزن بزرگ به این علته که ما یک روز قبل از آبیاری آب رو از استخر میکشیم و وارد مخزن بزرگ میکنیم تا به یه مقدار دمای آب بره بالا، چرا که در فصل سرما اگر مستقیم آب استخر بیاد و پای بوته قرار بگیره، به دلیل دمای کمی که آب استخر داره، این تنش آبیاری به وجود میاره برای بوته و باعث افت کمی بار میشه. به همین دلیل میایم و این کار رو انجام میدیم. مقدار آبی که پای بوته میدیم تو فصل گرما و سرما متفاوت هستش، چرا که تو فصل سرما آب کمتری نیاز داره و تو فصل گرما آب بیشتری. همینطور بر اساس سن بوته، هر چقدر که سن بوته کمتر باشه آب کمتری احتیاج داره و وقتی که سن بوته بیشتر میشه و بوته بزرگتر میشه به آب بیشتری احتیاج داره. همینطور که مشاهده میکنید اینجا از یه مخزن کوچیکتر داریم استفاده میکنیم که مخزن کود هستش و زمانهایی که میخوایم کودهایی که مورد استفاده قرار میگیره بره و پای بوته
قرار بگیره، این مخزن رو از اون کودی که میخوایم استفاده کنیم پر میکنیم و این کود همراه با آبیاری به صورت قطره‌ای میره و پای بوته‌ها قرار میگیره. این هم از سیستم آبیاری گلخونه. به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت کلیه کشاورزان محترم و زحمتکش. یه جمله معروفی هست که میگه ما صبحانه، نهار و شامی که میخوریم مدیون یک کشاورز هستیم. عرض کنم که این گلخونه، گلخونه جناب آقای سلیمی، در این گلخونه از کودهای زیستی استفاده میشه. همینطور که خیلی از دوستان اطلاع دارن، کودهای زیستی مجموعی از میکروارگانیسم ها و موجودات زنده در است، یا کودهای بیولوژیک شامل باکتری ها میشه که دقیقاً دسته کودهای زیستی رو شامل میشه. کودهای زیستی زمانی که وارد خاک میشه توسط آبیاری، دقیقاً میکروارگانیسم های خاک رو فعال میکنه. عناصری که مثل ازوت، فسفر، پتاسیم، روی، آهن، منگنز، معمولا همه عناصری که تو خاک هست با یه فرم حالت شیمیایی اگر باشه، کود زیستی چون موجود تکسلولی، موجود زنده هست، هر موجود زنده نیاز به تغذیه داره و دقیقاً تجزیه میکنه عناصر موجود در خاک رو و خیلی راحت و تسهیل میکنه در اختیار ریشه قرار گرفتن. و چون تمام عناصر در اختیار ریشه گیاه قرار میگیره، شما میبینید که بعد از تقریباً، بخصوص حالا روی بحث فلفل که داریم صحبت میکنیم، بعد از یک هفته دقیقاً شما تغییرات رو میتونید ببینید، از ریشه زایی، ساقه، سطح برگ، گلانگیزی و تبدیل گل به میوه. و مسئله مهمتر این هستش که در نهایت محصول سالم، جامعه سالم. اسنادی هستش که من خدمتتون ارائه میدم، میتونید به تصویر بکشید، پیوست ویدیوها و عکس‌ها بکنید در رابطه با بحث محصول سالم. توسط معتبرترین آزمایشگاه‌های کشور اومدن نمونه برداشتن، بردن بعد از مصرف کودهای زیستی و نتیجه این شده که مثلا عناصر و فلزات سنگین و خطرناک مثل سرب، کادمیوم و نیترات که عوامل سرطان هستند، یه استاندارد جهانی داره. و بعد از اینکه کودهای زیستی مصرف میشه، هر نوع محصولی که میخواد باشه، سیب زمینی، ذرت، گندم، فلفل، خیار، در نهایت نتیجه این میشه که اعدادی که به دست میاد روی کادمیوم، سرب و نیترات زیر استاندارد جهانی هست که اسناد و مدارک موجود هست که خدمتتون ارائه میکنیم. خدمت شما عارضم، این دستگاهی که اینجا مشاهده میکنید بخاری هستش که برای گرمایش گلخونه ازش استفاده میکنیم و این بخاری ها حدود 700 متر رو گرم میکنن. سوخت مورد نیازشون گازوئیل و گاز هست که بسته به حالا نوع سوخت مشعل ها تعویض میشه. الان این مشعلی که اینجا مشاهده میکنید مشعل گازوئیلی هست، چرا که ما سوختمون گازوئیله و هنوز اینجا بهمون گاز ندادن که بتونیم از گاز استفاده کنیم. و دمای مورد نیاز شب که هلوش بین 17 تا 18 درجه هست رو تعمیر میکنه برامون.
فلفلایی که کشت میشه بر حسب نیاز بازار میان و اینو به اصطلاح تو رنگ‌های مختلف می‌کارن و همینطور بعد از اینکه کاش شد و این فلفل به یه حد استاندارد درشتی رسید برای بر حسب نیاز و صادرات بازار اینو درجه بندیش میکنن که بتونن اینو تو بازارهای خارجی اینو به فروش برسونن. فلفل از زمانی که وارد زمین میشه تا زمانی که به اصطلاح شروع کنه رنگ اومدن 3 ماه طول میکشه و بعد از 3 ماه فلفل شروع میکنه رنگ اومدن و دیگه این رشد ادامه داره و این روال ادامه داره و بسته به حالا نوع تغذیه‌ای که میکنی این میزان باری که یه بوته میده اینا و همچنین درشتی اون مقدار بار اینا متفاوت هستش که اینجا دیگه برمیگرده به کودهایی که استفاده میکنی که حالا از جمله کودهایی که بسیار مفید هست و راندمان کارو میبره بالا کودهای زیستی هست که ما استفاده میکنیم و همینطور آهن ویتاپلکسی که ما استفاده میکنیم که اینا تو راندمان کار بسیار به ما کمک میکنه. یه دوره فلفل تقریبا یه دوره 12 ماه هست از زمانی که اینو میکاری که عرض کردم 3 ماه اولش که بوته به صلاح زمانیه که بوته به بلوغ برسه و اون 8 الی 9 ماه بعدیش هم زمانیه که دیگه شما میتونید از بار بوته استفاده کنید. از خصوصیات فلفل که میتونم براتون توضیح بدم اینه که فلفل تو هر بند بار میده طبق چیزی که میبینید و حالا این طبیعت فلفله وقتی که یه پیکی میگیره یه افت یکی دوتا بند گلردی داره و بعد باز میاد دوباره اونجا گلدهی فلفل شروع میشه و همینطور که میبینید بسیار فلفل مرغوب از لحاظ سایز و تقریبا یه فلفل کاملا استاندارد و سوپر تقریبا حساب میشه از لحاظ سایز بندی که جزء به اصطلاح درخواست‌های بالای صادرات هست. فلفل‌های سایز سوپر و بازار صادرات بسیار خوبی داره. برای چیدن بار میتونیم از قیچی‌های مخصوصی که معروف به قیچی سرکج استفاده کنیم و برای چیدن بار میایم بار رو از ته باکس جدا میکنیم که این بعداً میوه گندیدگی پیدا نکنه. برای این کارم از قیچی سرکج استفاده میکنیم و از باکس میوه رو جدا میکنیم به این شکل. میوه هست که مشاهده میکنید یه میوه خوش فرم و سایز استاندارد و چیزی که میبینیم یه میوه سالم که درخواست‌های زیادی هم تو بازار جهانی داره به دلیل کودهای زیستی که ما استفاده میکنیم و سلامتی که این میوه داره. یه مطلبی رو که اینجا لازم دونستم توضیح بدم اینه که ما در ابتدای امر فلفل رنگی نداریم. فلفل چه قرمز و زرد یا نارنجی اینا ابتدا سبز هستش و بعد از اینکه به یه سایزی رسید شروع میکنه رنگ اومدن. ابتدا هم که اصلا فلفل به صورت گل هستش بعد تبدیل میشه به میوه، بسیار میوه کوچیکیه و طی تغذیه‌ای که انجام میشه این رشد میکنه و به سایزهای بزرگتر تبدیل میشه و بعد از اون به اصطلاح شروع میکنه به رنگ اومدن که مشاهده میکنید این زردی هست که حالا رنگ اومده و این همون زرده که سبز مونده و حالا بر اثر مرور زمان این شروع میکنه به رنگ اومدن. حالا مرحله چیدن یه میبرم من میتونم توش به اصطلاح فیلم براتون نشون بدم که اینو ببینید کامل.
نام خدا، بنده میلاد بان هستم، دارای مدارک بین المللی کسب و کار MBA و DBA و استعداد درخشان سالهای گذشته کشور، مدیریت بازاریابی سردخانه بزرگ خلیج فارس و واحد سورسینگ. امروز میخواییم بررسی داشته باشیم به صورت مختصر و کوتاه بر فرایند تولید محصولات کشاورزی. محصولی که در دست ما قرار میگیره از چه نقطه ای آغاز میشه فرایند تولیدش تا اینکه به دست ما برسه و در سبد مصرف خانوار قرار بگیره. همینجور که میدونید محصولات زائیده فرایندهایی هستند که از زمان کاشت بذر و طی کردن مراحل کاشت، داشت و برداشت وارد چرخه بازاریابی میشن و در اختیار بازار مصرف و مصرف کنندگان عزیز قرار میگیرن. جالبه بدونید 70% منابع آبی دنیا در این قسمت در خدمت صنعت کشاورزی است و متاسفانه باید به این نکته هم اشاره کنیم که حدود 1/3 از تولید محصولات کشاورزی به ضایعات تبدیل میشه و از دسترس ما خارج میشه، که در اینجا به وسیله استفاده از تکنیک ها و مهارت های بهره‌وری، آموزش منابع انسانی و برنامه‌ریزی صحیح میتونیم این تهدید بزرگ رو تبدیل به فرصت کنیم تا انشالله ارزش افزوده قابل توجهی رو در این صنعت ایجاد کنیم. متاسفانه باید به این نکته مهم هم اشاره کنم که بیش از 30 میلیون تن از محصولات کشاورزی در زنجیره تولید تبدیل به ضایعات میشه که عدد قابل توجهی هست و از دلایل مهم و عمده اون عدم آموزش منابع انسانی، آشنا نبودن با تکنیک های بهره‌وری و عدم برنامه‌ریزی مناسب در این قسمت هست. بعد از عملیات کاشت، داشت و برداشت ما با پروسه سورت و بسته‌بندی محصول روبرو هستیم که این واحدها با مرتب سازی، دسته‌بندی و بسته‌بندی محصولات کشاورزی ارزش افزوده چشمگیری رو در این صنعت ایجاد می‌کنند. محصولی که در سر سفره خانوار مصرف میشه در این پروسه قرار می‌گیره و خانواده با استفاده از اون محصول میتونن به سلامتی و بهروزی برسن. عرضم به حضورتون که در مبحث بازاریابی محصولات کشاورزی یکی از تکنیک‌ها و مهارت‌هایی که در این قسمت وجود داره که از میان بیش از 140 تکنیک و مهارت بازاریابی استخراج میشه حضور در نمایشگاه هست که در دو دسته قرار میگیره، نمایشگاه‌های داخلی و نمایشگاه‌های بین‌المللی، که تولید کنندگان با حضور در این نمایشگاه‌ها و شناسایی عوامل واسطه‌ای و تسهیل کنندگان میتونن محصولات خودشون رو به بازار هدف ارائه کنن. محصولات کشاورزی پس از عبور از مراحل کاشت، داشت و برداشت و سورت و بسته‌بندی در قسمت بازاریابی قرار می‌گیرن و بعد از شناسایی عوامل واسطه‌ای و تسهیل کنندگان به بازار هدف ارائه میشن. و اما واحدهای سورتینگ، مهمترین عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی و ارزش افزوده در صنعت کشاورزی. جالبه بدونید محصولات بعد از عبور از مراحل کاشت، داشت و برداشت واحد سورتینگ رو به خودشون میبینن که در اینجا سه عملیات بر روی محصولات صورت میگیره: 1. مرتب کردن، 2. دسته‌بندی و 3. بسته‌بندی، که محصولات پس از بسته‌بندی به بازارهای هدف ارائه میشن.
منظور از سورتینگ شناسایی محصولات در اندازه‌های مختلف و رنگ‌های متفاوت هست که این کار توسط منابع متخصص انسانی در واحدهای سورتینگ انجام میشه و بعد از اون محصولات بسته‌بندی و به بازار هدف ارائه میشن. آقای مهندس یه قسمتی مونده که دعوت کنیم. در اینجا دعوت میکنم از کلیه صادرکنندگان و بازرگانان محترم که از سردخانه بزرگ خلیج فارس و واحد سورتینگ اون با مدیریت جناب آقای طاهری واقع در استان اصفهان شهرستان مبارکه دیدن فرمایند.
خب امیدوارم دوستان خسته نشده باشن. خسته نباشید. میریم خدا قوت. آقای سلیمی خوش اومدم میگیم خدمت آقای خمسه، کارشناس محصولات کشاورزی که در خلیج فارس در خدمتشون هستیم. جناب آقای کیانی، سوالاتی دوستان ما مطرح کردن که از شما در واقع پاسخش رو طلب کردن که واضح تر بشه در مورد هزینه تمام شده و راه اندازی، نظر شما در مورد راه اندازی و هزینه تمام شده گلخانه های هیدروپونیکی یا هیدروپونیک چیه؟ عرض میکنم که گلخانه های هیدروپونیک تفاوتی که در واقع تو گلخانه های هیدروپونیک میکنه، مدیریت تغذیه رو در واقع راحت تر انجام میده، ولی یه شرط داره. ما گلخانه هایی که هیدروپونیک داریم دو یه اندازه کوچیک نمیتونیم در واقع ازش بهره وری بگیریم. دلیلش هم اینه که هدف از در واقع زدن گلخانه هیدروپونیک مدیریت تغذیه است و بهره وری بیشتر. گلخانه هایی که نتونن آزمایشگاه داشته باشن که آب و بستر خاکش رو نتونن تغذیه اون آزمایشگاه آنالیز کنه و آزمایشگاه برگ نداشته باشن، که غالبا این لازمه، اون لازمه سرمایه‌گذاری بزرگیه برای اندازه‌ای کوچیک، اشلای کوچیک، گلخانه هیدروپونیک خیلی به اونها در واقع توصیه نمیشه و توصیه میکنیم که دوستان به سمت گلخانه های خاکی باشن. منهای بحث یه بحث از گلهای روز و گلهای شاخ بریده که تغذیه در اونها بسیار مهمه، که اونها هم رعایت میکنن و آزمایش رو کنترل میکنن بحث تغذیه شو. ضمناً در سنسور دارن که اینها تو سنسور خاک تجزیه میکنه کمبودها رو و به میزان مورد نیاز گیاه اتانکای کود غذای لازم و مواد غذایی به داخل بستر خاک میده و این سیستمی که هزینش به مراتب بیشتر از گلخانه های خاکیه، ولی مزیت داره به شرط اینکه شما پکیج کامل اون رو اجرا بکنید، یعنی حتما آزمایشگاه آب و خاک داشته باشین یا حداقل آزمایشگاه برگ داشته باشین که به طور مرتب منظم بتونید آزمایش بگیرید نیازهای گیاه رو، چون بستر در واقع بستر معمولی نیست و یه بستر مصنوعی برای ساخته میشه، مواد غذایی هم باید در اساس گیاه رو بگیره. میکس کردن محصولات میکرو و ماکروی اون رو به صورت اوتومات باید به اونها داده بشه، بدون داشتن در واقع سیستم آنالیز برگ و خاک کار بسیار مشکل پیچیده ای برای تولید کننده واحدهای کوچیک، مگر واحدها اندازه‌شون بزرگ باشه و بتونن این کار رو انجام بدن. سپاسگزارم. آقای خمسه بفرمایید که دوستی سوال کرده که چرا بسته‌بندی هایی که در خط تولید، حالا در خط سورتینگ بهتره بگیم، در حال بسته‌بندی بودند لوگو و آرمی نداشتند و بسته‌بندی ها خام بود. بسم الله الرحمن الرحیم. خب مبنای سورتینگ اینه که محصولی که وارد سورتینگ میشه این بسته بندی میشه و به چند مدل، درجه یک، درجه دو و سوپر تبدیلش میکنن، اون که لیبل نخورده به خاطر درخواست مشتری هاست. الان مشتری میاد میگه مثلا لیبل خاص دارم بزنید، ما میپذیریم. یه سریش هست که خب سورتینگ ها لیبل خاص خودشونو میزنن، ولی در مجموع کلن ما هیچ گونه لیبل خاصی در نظر نداریم برای هیچ باری، مگر مبناش بر درخواست مشتری باشه، رو اون مبنا لیبل میزنه. بسیار خوب. پس برداشته من این هست که در پاسخ این عزیزمون، شما بر طبق سفارش مشتری لیبلینگ انجام میدهید و تولید میشه، در واقع سورتینگتون انجام میشه. امیدوارم دوستان. البته خب یه سری سورتینگ هستن که اینا اون بسته های خاص خودشونو دارن و اون مارکا لیبل میزنن، مگر اینکه مشتری بگه بخوام یا نخوام، اون فرق میکنه. اون میگم باز برمیگرده به همون درخواستا. بسیار عالی. پس بای اوردر، دوستان عزیز که سوال کردن، سیستم خلیج فارس بای اوردر هستش و لیبلینگ بر اساس اوردر و سفارش مشتری انجام میشه. جناب آقای سلیمی خدا قوت، خسته نباشین و خدمتتون عرضم که
دوستی سوال پرسیدن هزینه ساخت و راه اندازی گلخونه به چه شکلی هستش؟ اگر لطف زحمت بکشین توضیح بفرمایید. بنده به موقع خودم عرض سلام و ادب و احترام دارم و خدمت کلیه بینندگان و فعالین محترم در بخش کشاورزی و تقدیر و تشکر از اتاق محترم بازرگانی. سوالی که پرسید در رابطه با هزینه های گلخانه، هزینه های گلخانه به این صورت هستش که یه موضوع سازه رو ما داریم که سازه و پلاستیکی که روی سازه کشیده میشه الان به نسبت قیمت روز بازار حدود تقریبا 300 تا 350 میلیون تومان برای هر 1000 متر مربع هست و بعد از اینکه سازه زن گلخونه رو تحویل داد، سیستم آبیاری لوله کشی و بحث سرمایش و گرمایش هست که اونم تقریبا حدود 100 150 میلیون تومان هستش که حدود تقریبا 450 تا 500 میلیون تومان یه گلخونه تکمیل شده هست به قیمت روز. بله که خب قیمت زمین جداگونه هستش. بله زمین جدا و بلی بحث سازه حدود 450 تا 500 میلیون تومان هر 1000 متر مربع. بسیار. پس هر 1000 متری بین 400 تا 500 میلیون تومان هزینه در بر خواهد. و متراژ حداقل یه مورد نیاز برای ایجاد گلخونه چقدره؟ خب به نظر من اگر که زیر حدود 3000 متر باشه آنچنان توجیه اقتصادی نداره و همون برنامه‌ای که مسبب شده بود قبلا که زیر 3000 متر رو مجوز نمیدادن خب تقریبا درست هم بود، زیر 3000 متر آنچنان توجیه اقتصادی نداره. بسیار عالی. جناب آقای کیانی عزیزی سوال کردن که به ازای هر متر مربع البته پرسیدن که بازگشت سرمایه چطور هست، ولی من در کل میخوام بپرسم از حضرت عالی که بازگشت سرمایه در گلخونه بر چه اساسی محاسبه میشه و الان شرایط به چه شکلیه؟ سلام عرض میکنم خدمت دوست عزیزی که این سوالو مطرح کردن. گلخونه بر اساس شرایط مختلف بازگشت سرمایه اون زمان بازه سرمایه متفاوته. اگر گلخونه مدیریت خوب بشه، سازه خیلی خوب داشته باشه، راندمان بالایی قابل قبول داشته باشه و با چالش قیمت محصول مواجه نشه، بین 3 تا 5 سال بازگشت سرمایه داره. این بازگشت سرمایه در سالایی که ثبات ما داشتیم توی قیمت ها 2 تا 3 سال بود، ولی الان با توجه به شرایط موجود که الان ما در اون هستیم، اگر راندمان خوب، سازه و مدیریت و قیمت مناسب بازار در واقع داشته باشه، متوسط اینو بخوایم بررسی بکنیم در طول زمان بین 3 تا 5 سال زمان بازه سرمایه است. بسیار سپاسگزارم، متشکرم. سوال بعدی که پرسیده شده گفتن که آیا پیشنهاد میکنین که وارد کار گلخونه بشند یا خیر؟ ببینید کار گلخونه یک کار بسیار تخصصیه و کسانی که میخوان وارد این کار گلخونه بشن حتما توصیه ما اینه که برن ابتدا توی گلخونه آموزش ببینن، توی گلخونه هایی که الان هست آشنا بشن با محیط کسب و کار و اگر در واقع علاقه‌مند هستن حتما باید برن آموزش های لازم رو ببینن. گلخونه کاری نیست که در واقع بشه واگذار بکنیم. مدیریت گلخونه رو باید شخصی که خودش داره مدیریت میکنه آموزش دیده باشه، کار کرده باشه و بتونه در چون 24 ساعت مدیریت لحظه‌ای داره گلخونه، یه اشتباه لحظه‌ای بکنه در گلخونه، یک کار یک اقدامی روش انجام بده گلخونه آسیب می‌بینه. بنابراین توصیه می‌کنیم به دوستانی که علاقمند هستن و امکاناتی دارن و شرایطشون فراهمه و نخوان همه منابع پولیشون رو بانک از بانک بگیرن، اگر برن سمت بانک میتونه براشون یه مشکلاتی در آینده به وجود بیاره. حداقل سرمایه 50% سرمایه رو حداقل کفش می که خودشون داشته باشن. اگر آب و زمین هم داشته باشن بازی امتیاز خوبی برای موفقیتشون و بر انتخاب سازه مکان مناسب، استفاده از در واقع دانش روز، تکنولوژی روز، سخت افزار و نرم افزار خوب میتونه کمک بکنه که اینا در کارشون موفق بشن.
شرط اولیه اون علاقمندی شدیده که این بخش نیاز داره، چون بخشیست که لازمه اون زحمات زیاد شبانه روزیست که باید بکشن پی این بخش. بسیار متشکرم. جناب آقای خمسه عزیزی که سوال پرسیده بودن که چرا لوگو روی بسته‌بندی ها نیست، یک سوال دیگه مطرح کردن که فکر میکنم هنوز دغدغه خاطرشون برطرف نشده، از اینجا حد که پرسیدن که پس این محصولاتی که داره لوگو میخوره آیا در برای کشورهای دیگه صادر میشه و ری اکسپورت میشه با برند کشورهای دیگه، یا اینکه نه مربوط به خود اصفهان و ایرانه و به چه شکلی هستش؟ اینو من فکر میکنم به این صورت توضیح بفرمایید که آیا این مربوط به گلخونه های دیگه ای هست، تولیدات دیگر حالا تولید کنندگان پیش شما سورتینگ میشه و بعد لیبل خودشون گذاشته میشه و با نام ایران صادر میشه در کارگو اصفهان انجام میشه، یا نه اصلا صادرات همونطور که ایشون سوال کردن میره جای دیگه و به نام کشوری دیگه ای صادر میشه؟ ببینید یه مقدار محصولات هست میاد همینجا تو سورتینگ باز مربوط میشه به همون سفارشات، یه برندی یا یه مارک خاصی سفارش میدن به نام خودشون ولی در اصفهان تامین میشه میزنن. یه سری محصولات اصفهان متاسفانه یه سری افراد هستن برن شهرهای دیگه اونجا به نام خودشون لیبل میزنن، مارک میزنن و به نام خودشون صادر میکنن. در ایران هست ولی در مربوط به داخل کشور هست، کشور ثالثی در این میان وجود نداره؟ نه بسیار امیدوارم که الان این دوست عزیزمون هم پاسخشون گرفته باشه. البته سوال تکمیلش کنم. بله بفرمایید جناب وکیل. ببینید تولیدی که در واقع داخل کشور میشه برای بازار هدف تولید میشه. ما بازار هدفمون هم بسته‌بندی‌های متفاوت داریم، چون توجه داشته باشین رنگی که ما برای کشورهای عربی انتخاب میکنن برای بسته‌بندی و رنگی که برای بسته‌بندی کشورهای اروپایی انتخاب میشه یا برای روسیه انتخاب میشه خیلی متفاوته، شکل جوی متفاوته و نوع برندی هم که انتخاب میخوام بکنم با توجه به سلایق مردم جامعه اون منطقه اون کار رو انجام میدن. بنابراین بر اساس بازار به ما میگه که کجا چه بسته بندی باید تهیه بشه و برندم صادر کننده ای که داره میخواد محصول رو صادر بکنه به عنوان صادر کننده همچه یک برند بر خودش تعریف میکنه در بازار بیرون کشور. بنابراین این حق اونه که اگر در واقع بازاری رفت بازار سازی کرد برند خودش اونجا داشته باشه، اون مرکز سورتینگ هم موظفه که این برند اون صادر کننده رو روی محصولات اون حک بکنه که اون بتونه در بازار سهمی که در بازار داره رو حفظ بکنه. بنابراین اینجا مرکز سورتینگ کاری که انجام میده کار سورت و بسته‌بندی برای بازارهای هدف برای تجار مختلف. بسیار پس من به این نتیجه میرسیم که اول بگیم مشتریان سورتینگ کیا هستن، یعنی مشتریان سورتینگ پس عموم مردم نیستن، شرکت ها یا تجار دیگری هستن که کالایشون رو میان در اختیار سورتینگ ها قرار میدن از جمله سورتینگ خلیج فارس و بعداً اون بسته‌بندی و لیبلینگ اینجا انجام میشه و میره، یعنی در واقع کار سورتینگ همین هست، خودش صادر کننده نیست به تنهایی و البته به خودی خود. البته میتونه میتواند ولی فعلا در این مرحله فازی که برقرار هستش در خلیج فارس اینه که محصولات کلیه تجار و حالا محصولات خودشون هم یه بخشیشو لیبلینگ و در واقع پکیجینگش انجام میدن و صادرات تحویل خود شرکت های مدیریت صادرات میشه. دقیقا. بسیار امیدوارم که اون دوستمون دغدغه‌شون برطرف شده باشه. و در مورد مجوز احداث گلخونه هم پرسیدن که جناب کیانی به چه شکلی هست و آیا در زمین‌های کشاورزی میتونن گلخونه احداث بکنن یا مجوز جداگونه باید بگیرن؟ در زمین‌های کشاورزی تغییر کاربری میتونن بدن به گلخونه با یه درخواست به سازمان جهاد کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی درخواستشون رو بررسی میکنه ارجاع میده به سازمان نظام مهندسی، سازمان نظام مهندسی پروانه برای اونها صادر میکنه بر اساس یه سری ضوابط و مقرراتی که داره، اون ضوابط و مقررات رو ارزیابی میکنه، بررسی میکنه، مجوز میده و اگه بخوان تصدیق استفاده بکنن معرفی میشن از طریق سازمان جهاد کشاورزی از منابعی که دارن، معرفی میشن به بانک و بانک هم اعتبارات لازم رو در اختیارشون قرار میده برای احداث گلخونه. بسیار عالی. جناب آقای سلیمی،
به عنوان حالا کسی که کارشناس فنی گلخانه هست و تجربه ای در این حوزه دارد، شما مسائل مشکلاتی که در کسب و کار خودتون در گلخانه های خودتون باش سر و کار داشتید و مخصوصا در حالا ماهای اخیر باش دست و پنجه نرم کردین، چه چیزهایی بوده و فکر میکنین چه راههایی برای حل اونها وجود داره؟ که میتونم به چند بخش مشکلات رو دسته‌بندی کنم. مهمترین و اگه بخوام اولویت بندی کنم، اولویت اول با بحث عدم آموزش هستش که شخصی که از صنف مختلف حالا وارد صنعت کشاورزی و به خصوص گلخانه داری که حالا یه مقدار تخصصی تر از بحث حالا کشاورزی عمومی و سنتی هستش میشه، اون دوره‌های آموزشی لازم برگزار نمیشه. تا چند سال پیش چند تا دوره بود به نام دوره‌های آی پی ام گلخونه، ولی خب خیلی مبتدی و اولیه بودن. خب کسی که میخواد وارد بحث کشاورزی بشه به خصوص گلخونه داری، حتما باید اون دوره‌های آموزشی رو ببینه و بعد وارد صنعت گلخونه داری و تولید بشه. بسیار خوب، متشکرم. و این البته خب اولین مشکل بود به بحث آموزش. مشکلات دیگه ای که توی بحث گلخونه هست، اون میتونم به راندمان تولید اشاره بکنم که حالا این علت راندمان تولید چرا تفاوت‌هایی وجود داره بین تولید در حالا ایران یا مثلا خب یه سری کشورهایی مثلا مثل هلند که حتی اقلیم‌های ما رو نداره، اون نور، اون عرض کنم خدمتتون طول روز رو نداره، ولی خب اینجا ما شرایطمون خیلی بهتر هست ولی راندمان تولیدمون پایین‌تر. برمیگرده به خب خیلی گلخونه‌هایی که سر می‌زنم این موارد رو اشاره می‌کنم، مثلا مثل مدیریت تغذیه، دستورالعمل‌های تخصصی هرس، بحث نحوه آبیاری، رطوبت، موضوع دما، نور و رطوبت هستش که این موارد رو خب اگر بخوام که حالا بیشتر به صورت تخصصی بهش بپردازم میتونم افزایش راندمان داشته باشم توی بحث گلخانه. بسیار متشکرم جناب آقای کیانی، حالا آقای خمسه، هر کدوم از بزرگواران که صلاح میدونن برای بحث صادرات، آیا مجوز خاصی برای بهداشت لازمه و چگونه میتونن مجوز رو بهداشت برای محصول دریافت کنن؟ بله حتما نیاز داره. در واقع اداره قرن، در واقع سازمان حفظ نباتات وزارت کشاورزی حتما باید مجوز لازم رو بگیرن و اگر هم اداره استاندارد و یه سر مقرراتی هم هست که گمرک اعمال میکنه که مقررات گمرک هم باید اعمال بشه، گواهی مبدع میخواد، گواهی مبدعش هم اتاق بازرگانی صادر میکنه. پس یه دسته مدارک اسناد گمرکی داریم ما و یک بخش هم مدارک سازمان کشاورزی که سازمان حفظ نباتات حتما باید گواهی سلامت رو برای اون محصولی که میخواد صادر بشه صادر کنه، اون گواهی سلامت. خیلی عالی، متشکرم. و سوال بعدی که دوستان پرسیدن، امکان سنجی در شرایط فعلی در منطقه تیران و کروند رو چگونه میبینید؟ آیا ظرفیت در این منطقه تکمیله و یا جای کار همچنان وجود داره؟ جناب کیانی هم میخواین شما بفرمایید. منطقه تیران کروند به دلیل اقلیم خاصی که داره و اختلاف وسط دریا و در واقع اختلاف دمای شب و روز که میتونیم بگیم که یک منطقه ویژه و استثنایی تو نسبت به منطقه دیگه، به همین دلیل از کیفیت بالای محصولش برخورداره. یکی دلایل مهمترین دلیلش اقلیمش. اگر که منابع آب اونجا اجازه بده، حالا آبهای هم زیرزمینی هم یه بخشی از آب گلخونه های منطقه تیبوی کروند از طریق آبهای سطحی رود کنه، چشمه مرغاب تامین میشه. اگر محدودیت منابع آب وجود نداشته باشد، ظرفیت توسعه در منطقه تیرون کروند وجود داره و امیدواریم که شرایط طوری فراهم بشه که به هر حال بخشی از اراضی آبی منطقه تیرون کروند کاهش پیدا بکنه و آب اون و زمین اون تخصیص پیدا کنه به گلخونه. تنها راهی که هست همینی که در واقع زمین هایی که فضای باز هست تبدیل بشه به زمین های گلخونه و این ظرفیت درش وجود داره.
بسیار عالی. جناب آقای خمسه، نحوه صادرات میوه و حالا سیفی جاد و حالا کلا محصولات کشاورزی که در اصفهان و در ایران داریم رو بلخص استان خودمون رو اصفهان رو مورد بررسی قرار بدیم، پرسیدن که چه جوری داره صادر میشه، آیا روش‌های خاصی وجود داره برای صادرات، مسیرهای خاصی وجود داره، ابزارالات خاصی هست. حالا توضیح بفرمایید که از چه طریقایی دوستان میتونن صادرات انجام بدن. صادرات که خب اولاً که اون اولین گامش همون رابطه‌ای هست که بین اون شخص تأمین کننده و خریدار اون طرف باید وجود داشته باشه. افرادی هستن متخصص این کارن و رابطه هایی دارن با اون طرف، با تجار اون طرف، با این طرف، با هم هماهنگ میشن و محصول میاد وارد سورتینگ میشه و بسته بندی میشه با اون کیفیت خاصی که باید چیدمان بشه به شکلی خاص خودش و پیروی صحبت جناب کیانی بر حسب درخواست هایی که از اون طرف میشه مبنا رو باید بر اون مبنا قرار داد و بار و سورت و بسته بندی کرد. بسیار عالی. سوال پرسیدن که ارزش غذایی محصولات گلخانه ای نسبت به حالا محصولاتی که با روش های دیگه کشت میشه آیا تفاوتی داره، بالاتره، پایین تره، میزان سموم و آفاتش در چه حدی هست و آیا اینها سلامت لازم و کافی برای خانوارهای ایرانی رو دارد یا ندارد؟ فکر میکنم که جناب آقای سلیمیان یا کیانی هر کدوم از بزرگواران که سلام میکنم. تفاوت آنچنانی وجود نداره، همونطور که الان خب یه مقدار آفات و بیماری ها حالا توی فضای باز و گلخونه الان یه مقدار زیاد شده و سمومی که استفاده میکنن اون کیفیت لازم رو نداره، یعنی اون ماده مؤثره حالا تو بحث واردات هست، نمیدونم حالا مشکل کجا هستش که ماده مؤثره خیلی ضعیف شده و اون کارایی رو روی اون حشرات و آفات و بیماری ها نداره و کشاورز مجبوره چه تو فضای باز و چه توی گلخونه چندین بار اونو استفاده کنه. خب کارنسا رو هم حالا امیدوارم دوستان رعایت کنن و به بازار ارائه کنن. بله در خدمتتون هستم. بسیار عرض میکنم، من تکمیل بکنم حضرت. یکی از مشکلات موزلات که الان در سطح جهان مطرحه توی غذا بحث در واقع میزان سموم و کودهای باقی مانده در محصولات کشاورزی، یه بحث بسیار جدیه و حتی فراورده های محصولات کشاورزی، صنایع کشاورزی که سلامت خیلی از جامعه جهانی خیلی نگرانی ها رو به وجود آورده و به حق هم هست. ما افزایش سرطان رو در طی سالهای در واقع طی چند دهه گذشته اگر نگاه بکنیم به آمارش رو افزایش، متخصصین و کارشناسان تغذیه معتقدند که یکی از دلایل اون میزان باقی مانده سموم و کودهای شیمیایی در مواد غذاییه که این افزایش پیدا کرده که اینا توی کلیه رسوب میکنن و بعد از یه زمانی مدتی بسی اون ژنتیکی اون فرد یک سری آثار میذارن، ممکنه بیماری های مختلف بگیرن، سرطان تنها نیست. اتفاقی که الان در واقع توی چند سال در گذشته افتاده اتفاق خیلی خوبیه و خبر خیلی خوبی ما میتونیم بدیم به در واقع جامعه و اونم که کودهای زیستی وارد با چرخه تولید شده. کودهای زیستی غالبا کود شیمیایی نیستن، اصلا کود شیمیایی نیستن، یعنی یه سری باکتری هست و یه سری از در واقع محصولاتی هست که از معادن به دست میان، مثل فسفر، مثل گوگل، مثل در واقع باکتری ها که اینا هر کمیشون مکانیسم خاص خودش رو دارن که کاملا محیط زیستی هست به عملکرد محصول و راندمان محصول و سلامت محصول. ما اینها را تست گرفتیم، بردیم و الان هم تجاری سازیش کردیم و الان قادرن اینا رفتن تو آزمایشگاه، میزان فلزات سنگین و نیترات اون به شدت کاهش پیدا کرده، افزایش عملکرد پیدا کرده و کیفیت محصول بالا رفته. بنابراین این نوید را میتونیم بدیم به جامعه مون که شرکت های در واقع نخبه های بسیار شرکت های قدری الان وارد بازار تولید محصولات زیستی شدن و این پیام خیلی خوبیه برای جامعه که اینها در آینده نزدیک اینا برند سازی میشه و تو سامانه وزارت کشاورزی هم یک سامانه یه تعریف کرده برای محصول سالم که اینا برن تو سامانه ثبت بشن. از ثبت سامانه شدن لازمه که اینا توی بسته‌بندی هم شناسایی بشن برای مصرف کننده و مصرف کننده بتونه از این محصولات استفاده بکنه.
امید زیاد داریم که بتونیم در آینده شاهد محصولات بیشتری، سالم بیشتری تو سبد خانواده کشورمون باشیم. در تکمیل صحبت همکارم جناب آقای کیانی، من مدرک آزمایشگاه رو با خودم آوردم که در نتیجه استفاده از فودهای زیستی، همینطور که اینجا نتیجه آزمایشگاه موجود هست، مربوط به گلخانه آقای علی شجاعی هست که کشت فلفل رو آزمایشگاه بردن و آزمایش کردن. اینجا در نتیجه اندازه‌گیری فلزات سنگین و نیترات بود که اینجا سر محدوده قابل قبول و استاندارد 1/10 هست برای بحث محصول سالم، ولی بعد از استفاده از محصولات کودهای زیستی که در اصل همون میکروارگانیسم‌های خاک رو فعال می‌کنه که یه نوید هست به جامعه کشاورزی، نتیجه سرب شده 25,000 1/10 استاندارد جهانی هست و بعد کادمیوم 0.05 هست که بعد از مصرف کودهای زیستی 0.01 شده نتیجه، و نیترات که عامل اصلی سرطان هست 200 ppm هستش که اینجا به 183 ppm رسیده و این هم گواهینامه‌ای که برای اون گلخونه صادر شده. گلخونه هایی که حالا تولید دارن میتونن محصول رو بفرستن بعد از مصرف کودهای زیستی و محصول سالم رو چه به بازار داخلی و به بازارهای صادرات عرضه کنن. بسیار عالی، متشکرم. امیدوارم که دوستان عزیزمون در حوزه تولید به سمت ارگانیک شدن و به سمت در واقع روش‌های جدید تولید برن و از کودهای شیمیایی کمتر استفاده بکنن و سلامت خانوارهای ایرانی رو مد نظر قرار بدن. جناب آقای کیانی، در دوستی پرسیده پک معجزه‌گر سبز رو توضیح بدید. حالا نمیدونم همینی بود که توضیح دادید یا متفاوت بود؟ همین در واقع یکی از محصولاتی که الان خیلی کمک کرد توی بخش کشاورزی همین پک معجزه‌گر سبز بود که اینها هم از باکتری هاست همونطور که توضیح دادم و عناصر مثل فسفر و پتاس، عناصر فسفر، گوگر و هیومیک اسید که اینها همون پکیج کاملیه که میتونه رو کیفیت محصول و سلامت محصول تاثیر گذاره. بسیار عالی، متشکرم. حالا همونطور که شما پاسخ این دوست بزرگ برامون دادید، امیدوارم که پاسخشون رو گرفته باشن. در مورد نحوه و بهترین مسیر برای صادرات به روسیه دوستان پرسیدن که کجا بهترین مسیر برای صادرات به روسیه هستش جناب کیانی؟ بهترین مسیر برای صادرات روسیه همون آستارا میشه دیگه، که کلیه محصولات کشاورزی صادر میشه میره آستارا، از اونجا به خود روسیه و کشورهای سابق شوروی تمامشون صادر میشه الان. بسیاری متشکرم. راه های ارتباطی رو هم برای پایان برنامه لطفا بفرمایید جناب آقای کیانی که مخاطبین چطوری میتونن با شما و دوستان و همکارانتون در اتحادیه صادرکنندگان، همچنین با عزیزانمون در سورتینگ خلیج فارس چطور میتونن در ارتباط باشن و از تجربیات شما بزرگواران استفاده بفرمایید؟ اتحادیه که در واقع اتحاد صادرکنندگان محصول کشاورزی، اگه دوستان سرچ کنن هم سایتش هست هم در واقع میتونن با دبیر اتحادیه آقای مهندس همتی تماس داشته باشن. تلفن بنده هم 0913-119-8085 میتونن ارتباط برقرار کنن. آقای مهندس سلیمی هم در واقع راه های ارتباط خودشون رو مطرح بکنن و آقای همسم همین. متشکرم جناب مهندس سلیمی، بفرماییم که چطور میتونن دوستان با شما در ارتباط باشن و با در واقع سورتینگ خلیج فارس بتونن ارتباط برقرار بکنن. خواهش میکنم. در رابطه با بحث کارشناسی و تاکید بنده بر مصرف کودهای زیستی و جامعه سالم، اگر که حالا سوالی داشتن میتونن از طریق تماس تلفنی شماره واتساپ در ارتباط باشن. دستورالعمل‌ها و تجربه 5 ساله گذشته رو بنده به صورت کاملا رایگان با کمال میل در اختیار که کلیه کشاورزان در سراسر کشور قرار میدم که تجربیات بسیار ارزشمندی هم هست و 5 سال بابتش زحمت کشیده شده. تلفن بنده هم 0919-937-6002 شماره تماس و 0938-890-3434 شبکه‌های اجتماعی. فقط موضوعی رو که بنده فراموش کردم در سوال قبلی جواب بدم، بحث مشکلات موجود در گلخونه ها این هستش که بحث الگوی کشت مدیریت نشده که این برمیگرده به سازمان محترم جهاد کشاورزی
اتاق بازرگانی و مدیریت تنظیم بازار که دقیقاً اتاق بازرگانی و تنظیم بازار بازارهای هدف داخلی و خارجی رو باید بررسی کنن، ببینن چه مقدار مورد نیاز هستش و اون رو دقیقاً جهاد کشاورزی به تولید کننده های فضای باز و گلخونه اعلام بکنه که بر حسب بازار هدف اون مقدار کشت بشه، نه اینکه یک سال تمام گلخونه ها فلفل کشت کنن، یک سال گوجه فرنگی کشت کنن و دقیقاً یک سال ببینید قیمت خیلی بالا، یک سال قیمت خیلی پایین و این مشکلی که باید بحث الگوی کشت برطرف میشه. بسیار عالی، متشکرم. جناب آقای مهندس خمسه، بفرمایید که راه ارتباطی با شما چگونه هست؟ خواهش میکنم. بنده در آماده کردن این محصولات کشاورزی از طریق تولید کننده تا سورتینگ فعالیت میکنیم و با صادرات افرادی که میخوان تأمین بار بکنن برای صادرات، خب بنده هستم و جناب آقایان یا آقای طاهری هم هستن، میتونن با ما تماس برقرار کنن. شماره بندم 0913-111-5545 در خدمت عزیزان هستیم. لازم که من تلفن سورتینگ خلیج فارس هم اعلام بکنم، 0913-118-0623 تلفن آقای مرکز سورتینگ جناب آقای طاهری. بسیار عالی، متشکرم از شما بزرگواران و همچنین از آقای دکتر بانک در قسمت قبلی در خدمتشون بودیم. امیدوارم که مخاطبین خسته نشده باشن. از شما سه بزرگوارم تشکر میکنم، سپاسگزارم که امروز در خدمتتون بودیم و یه برنامه خوبی رو تونستیم در حوزه گلخونه و کشاورزی داشته باشیم. در پایان با یک بیت شعر از فردوسی بزرگ میخوام برنامه رو به پایان ببرم و اگر ایران به جز ویران سرا نیست، من این ویران سرا را دوست دارم. تمام عالم از آن شما باد، من این یک تکه جا را دوست دارم. در پناه حق معید باشید. موفق و معید باشید. متشکرم.